سلام به همه شما همراهان عزیز و به برنامه خودتون خوش اومدید. گزارش امروزمون رو با تصاویری از تجمع و اکسیون یاران مقاومت در نروژ علیه سفر ظریف شیاد شروع می‌کنیم. که خواهان اخراج ظریف به عنوان نماینده تروریست آخوندها شدند. تصویر دیگه هست از هموطنانمون که پوسترهایی رو علیه حضور ظریف در کشورهای شمال اروپا و نروژ به دست گرفتن و خواهان اخراج نماینده های تروریست رژیم شدند. پوستر دیگه هست باز هم از این تجمع یاران مقاومت که همراه با اون این متن نوشته شده که هر جا تلاش رژیم برای زد و بند و دیکتاتوری باشد، ایرانیان آزادی خواهم صدای مردم ایران میشن. کلیپی هم از این تجمع منتشر شده که با هم بخشی از اون رو میبینیم. ما هم از همینجا درود میفرستیم به همه یاران مقاومت که اینطور واستاب صدای مردم ایران هستند. اما یکی از علائم دوران پایانی دیکتاتورها این هست که در این دوران تناقض‌های درونی حکومت اونها بیشتر بیرون میزنه و فساد و ماهیت اونها بیشتر رو میشه، چرا که از یک طرف با یک بن‌بست روبرو هستن و از طرف دیگه هم با اختلافات درونی. در گزارش امروزمون نگاهی داریم به بخشی از اعترافات سران رژیم به همین موضوع. کلیپی هست از حرفای آخوند روحانی که تلاش میکنه در ادامه سیاست‌های دروغ درمانیش اینطور جلوه کنه که در حال حاضر وضعیت اقتصادی خیلی بهتر شده و مردم به نسبت پارسال همین موقع در وضعیت بهتری قرار دارن. امروز تمام شاخص‌های داخلی ما به ما میگوید، شاخص‌های اقتصادی ما، فرهنگی ما، اجتماعی ما به ما میگوید وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتره، آرامش مردم بیشتره، ثبات بازار اقتصادی بیشتره. این رو هم آمار تورم چند ماهه اخیر ما میگه، هم صادرات غیر نفتی ما داره این رو میگه که از پارسال بیشتره. البته صادرات غیر نفتی ما در ماه اول کاهش داشت، در ماه دوم سوم افزایش پیدا کرد. هم بورس ما این مسئله رو داره اعلام میکنه که بیش از 140% رشد در چند ماه اخیر داشته و هم فعالیت‌های دیگر اقتصادی ما این واقعیت رو پیش روی ما می‌گذارد. البته شما خودتون بهتر می‌دونید که این حرف‌ها تا چه حد دروغ و مزخرفه. اما اجازه بدین که یک نگاهی هم به قیمت‌ها داشته باشیم. نموداری هست از افزایش قیمت مرغ طی یک ماه گذشته که نشون میده در حال حاضر به نقطه اوج خودش رسیده. همچنین کاربری عکسی رو منتشر کرده از چند قلم مواد غذایی ساده و نوشته همینها شده 30,000 تومان، دیگه زندگی توی ایران به کابوس تبدیل شده. حالا اینها فقط چند مثال ساده بود، اما احتمالاً از نظر آخوند روحانی شیاد اینکه مجبور شدن واحد پولی ایران رو هم عوض بکنن از رشد اقتصادیشون هست. طبق لایحه‌ای که روحانی به مجلس مطرح کرده، قرار شده که 4 صرف از پول ملی حذف بشه و واحد پول جدیدی به اسم پارسه برای پول‌های خرد به جای ریال مطرح شده که هر تومان معادل 100 پارسه محسوب میشه. حالا اینها نمونه‌هایی از در واقع وضعیت بن‌بست اقتصادی بود. همزمان با این وضعیت اسفبار اقتصادی، شاهد اختلاس‌ها و دزدی‌های کلان توسط مهره‌های رژیم هم هستیم که این روزها هر روز ورژن جدیدی از اون رونمایی میشه. یک نمونه اخیرش مربوط به دستگیری 2 تن از اعضای مجلس رژیم هست، محمد عزیزی نماینده زنجان و فریدون احمدی نماینده خرم‌دره، که به دلیل اختلاس و فساد اقتصادی به خصوص در صنعت خودرو دستگیر شدن و برای آزادی اونها وثیقه‌های میلیاردی تعیین شده. کاربر دیگه هم ضمن انتشار یک کاریکاتور نوشته که فقط در عرض یک هفته مدیرعامل ایران خودرو، مدیران سایپا، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی، 2 نماینده مجلس، رئیس سازمان تدارک پزشکی هلال احمر، شهردار خرم‌آباد، معاون اجرایی قوه قضاییه حسن میرکاظمی و
دادستان سابق تهران همه دستگیر شدن. اینها فقط در عرض یک هفته هست و فقط مونده که خود رئیس جمهور و هیئت حاکمه فاسد هم دستگیر بشن و جاشون توی اوین خالیه. یک نمونه دیگه استفاده از هزینه هایی که برای واردات در نظر گرفته شده در راستای مصارف دیگه هست که نمونه از اون رو در مافیای دارو میبینیم که با جان مردم هم از این طریق بازی میکنن. اعتراف تکان دهنده عضو کمیسیون بهداشت رژیم. بعضی از شرکت های دارویی به دلیل اینکه شما قیمت دارو رو افزایش ندادی و تولیدش هم در سال معدود بوده مصرفش، اینا دیدن براشون ضرر داره تولید کنن. به همین دلیل هم به سازمان غذا و دارو گفتیم شما داروهایی که در طول سال مصرفش کمه ولی مقرون به صرفه نیست برای یک شرکت تولید داخل که شما بدین، اگر قرار یارانه دارو بدین به این شرکت های تولید داخل بدین که مقرون به صرفه باشه، بتونن این دارویی که مصرفش در سال کم و به یه خط تولید باید به خاطر این دارو راه اندازی بکنن، بتونن اینو راه اندازی کنن. یکی از علالش یکی دیروزم مجددا در کمیسیون بهداشت درمان مسئله مطرح شد و این اجرا نمیشه. یعنی این اصل به این سادگی و بدیهی اجرا نمیشه تو کشور ما. نه، ما یارانه دارو رو پس صرف چی کنیم؟ متاسفانه حالا عواملی بودن که چه عواملی؟ سعی همیشه در این بوده که ما وابسته باشیم و از خارج وارد کنیم. این واقعیتی بوده که بوده و کارشکنی‌های عملا وجود داشته واقعا توی سیستم. شما میگین که مثلا برای تولید دارو، یک موقع بود که میگفتن تولید دارو و تجهیزات پزشکی 3.5 میلیارد دلار باید باشه تولید دارو. بعد میدیدی که خیلی از این 3.5 میلیارد دلار برای مواد آرایشی، بهداشتی و چیزهای دیگه که اصلا هیچ ربطی هم به دارو نداره رفتن گرفتن و آوردن. برای این هم یک دیگه از اعترافاتی بود در رابطه با سودجویی های پشت پرده که به مرگ خاموش خیلی از هموطنانمون منجر میشه و هر روز هم ابعاد مختلفی از اون بیرون میزنه. اینها نمونه های از فساد اقتصادی در رژیم بود. اما موضع‌گیری اخیر نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گوشه دیگه ای از فساد در دستگاه قضایی را نشون میده. این آخوند حکومتی گفته که چند روز پیش که از قاچاقچی‌های حرفه‌ای با بیش از 20 کیلوگرم تریاک دستگیر شد و در عین تعجب 300 نفر از مسئولین برای آزادی وی تماس گرفتند. این در حالیه که ما گاهی جوانان را با چندین گرم مواد مخدر اعدام می‌کنیم. این هم یک نمونه از تناقض‌های درونی و واقعیت چهره پرید آخوندها. البته این اعترافات روشنه که به خاطر دلسوزی برای مردم نیست که الان بیرون میزنه، بلکه دقیقاً به دلیل ترس از جامعه ملتهب ایران و خشم مردم و دقیقاً به دلیل نگرانی از روزهای پایانی نظام هست. این روزها فضای مجازی تبدیل شده به صحنه‌ای برای بازتاب همین التهاب و خشم جامعه و از طرفی هم ضعف دیکتاتوری که به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه. امیدوارم گزارش امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با ادامه بخش قیام ایران در خدمت شما هستیم.